مهمون داریم. چه مهمونی؟ این اسمی که میگم خب اینجا رو بتره کنید. امین حیایی. ما رو باز بوده. اصلا نگاه کن خستگی همه در رفت. نه سلامت. ببین چقدر دوست داشتنی هستی. محبت داری. چیزی میخوای بگی؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم، بینندگان محترم برنامه، چه در ایران چه در خارج از کشور. روز پدرم خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. متشکرم. بو کالباس میدی؟ جدی؟ مال اسپس فکر کنم. نه نه جدی. نه تو کالباس نخوردی؟ نه نه خیلی. واقعا من کوتاه سوال میکنم، کوتاه جواب. کالباس میدی؟ خب مگه چیه حرف بدی زدم؟ میگم کالباس خوردی بود کلون خالی کردی رو خودمون اومدی بود. آها خوش ما رو بود کالباس. نه ولی من ادکلونی هم داشتم که بوی کالباس میداده. این همون. واقعا 45 سالته؟ 46 رفتم تو. 46 سالته چطور میشه؟ شور. چطور میشه؟ چی کار میکنی؟ ورزش؟ ورزش هم جزش هست. بله. دیگه؟ یه سری کارها رو نمی کنیم، یه سری کارها رو انجام میدیم. گفتی کوتاه دیگه. آها. توضیح دیگه میشه توضیح بلند. استرس نداری؟ استرس. آدم آرومی هستی؟ آروم شدم، قبلنا داشتم، الان آروم شدم. الحمدلله. چرا اینقدر سریال و فیلم بازی میکنی؟ چرا این کار رو چرا اینقدر فیلم بازی میکنی؟ کی به کی میگه؟ من خیلی فیلم و سریال بازی میکنم. چرا اینقدر فیلم بازی میکنی؟ کار دیگه هم ما داریم بکنیم. خب نه آخه تو در سال داشتیم 16 تا سینمایی داشتیم. نه بابا نه. چند تا داشتی؟ من خیلی داشتم، 4 تا بود. خیلی تو سال بازی کردم 4 تا. تو یه سال 4 تا؟ یه سال 4 تا مال یه هفته‌ته. نه بابا. بین مریضش داشتیم مثلا سریال رفتیم بین مریض. همون. لابلاش یه بازی. چرا؟ قد سرعت و ریتمت بالاست. سرعت و ریتمم بالاست؟ آروم شدم تازه. الان این آرومه تو؟ الان آرومم اینه. خب قبلا چی بود؟ الان اون روشو میشه به ما نشون بدی؟ مثلا تندش رو یا آرومش؟ الان آرومی؟ الان آرومم خوبم. اون روشو نشون بدی. قبلا چه جوری بودی؟ قبلا سر زیاد تکون داشت، بس زیاد تکون داشت، دست بازی میکردم، میرفت میومد. اتفاقی الان آروم شدم، ریلکس میشینم نگاه میکنم. دلت میخواست مشهور بشی؟ فکر نکردم اولین بار که اومدم بازی کردم به این چیزاش فکر نمیکردم. اصلا فکر نمیکردم که شهرت میرسم نمیرسم، چی میشه، چه اتفاقی میفته. فقط من از بچگی عاشق سینما و فیلم و تارزان و مارزان و این چیزا بودم دیگه. همش دنبال زورو و نمیدونم عاشق سینما بودم، یعنی عاشق فیلم و سینما بودم و دوست داشتم نگاه میکردم. و با فیلم عروس آقای افخمی دیگه خیلی از سینما خوشم اومد. کار آقای پورعرب خیلی دوست داشتم، کار خانم کریمی همینطور و نقشای جذابی که ایجاد کرد ایفا کردن و خیلی رو من تاثیر گذاشت. بعد کار آقای مهجویی بود، کار هامون، و اون هم باز تاثیر بسزایی رو من گذاشت و خب عشق و علاقمون به سینما بیشتر کرد. و سال 70 بود که آقای اصغر هاشمی با من تماس گرفتن برای فیلم و یعنی در واقع آقای همایون اسدیان که دستیارشون بودن اون موقع. اولین کارت یعنی سال 70؟ اولین کار سال 70 بود. با چه فیلمی مشهور شدی، معروف شدی؟
فیلمی که معروفه من فکر کنم کما بود. خیلی تاثیر گذاشت. بله اول. البته فیلم‌های قبلیم هم یعنی سریال آپارتمان خوب داشتم قدیم، اون خیلی تاثیر گذاشته بود. یعنی از اونجا به بعد شهرت رو یه خود حس کردم در واقع. کدوم یک از 1350 تا فیلمی که بازی کردی رو بیشتر دوست داری؟ همه‌شون رو دوست دارم. با همه‌شون آخه خاطرات خوش و خوب دارم. کارهایی که بوده که دوست داشتم، نقشایی بوده که دوست داشتم. با همه‌شون ارتباط خوب داشتم. الان به چه قیمتی حاضری شهرت تو از دست بدی؟ بدم. اصلا میتونی زندگی کنی؟ شهرت نداشته باشم؟ یعنی یه روز صبح از خواب پاشی ببینی کامل هیچ کس تغییر میکنه زندگیم دیگه. خیلی هیچ کس نمیشناسته. کتت خیلی چروک شده. قابل نداره. قربانه. دکمهاشو وا کنی. میخوای بکنی؟ نه. کند خداییش کند. چه بو کالباسی میده. خب. فرض کن الان مشهور نیستی. خب. از این دوتایی که میگم کدوم انتخاب میکنی؟ داشتن 10 میلیارد تومان برای استفاده شخصی بعدی؟ داشتن 100 میلیون تومان برای این که بدی به یکی مشهورت کنه. آها با پوله چیکار کنم؟ دنبال شهرت باشم یعنی دوباره؟ 10 میلیارد شخصی میخوای؟ 10 میلیارد شخصی بیشتر برم شهرت میخوام چیکار کنم؟ دیگه شهرت نداشته باشم دیگه دنبالش نمیرم. یعنی 100 میلیون میدی مشهور شی؟ نه دیگه اصلا دنبال شهرت دیگه نمیرم. همون استفاده شخصی میکنم. پوله رو بیشتر دوست داری؟ آره با پوله حال میکنی حال میدیم. توی مصاحبه گفته بودی که دوست دارم یه مزرعه داشته باشم یه گوشه ای رو. آره خیلی روز زندگی کنم. دوست داری؟ بله واقعا. چرا این کارو نمیکنی؟ اسب و مزرعه و چرا این کارو نمیکنی؟ ان شاء الله آینده هنوز زود داریم زندگی میکنیم فعلا تو شهر. فعلا شهری هنوز. 45 سالته. باشه وقت بریم 140 سال یارو عمر میکنه. فرصت داری من. آره بزرگترین رویات چیه واقعا؟ بزرگترین رویای من واقعیتش همون اتفاقیه که باید تو کل دنیا بیفته. صلح بشریه. یعنی اون زنجیره بشریت که پاره شده وصلشن به هم که در واقع اون انرژی که خداوند داره واسه این دنیا و کائنات میذاره از اون سوراخ بادکنکی که بشریت ایجاد کرده خارج نشه. ما تنها سوراخ دنیا فکر کنم ما بشریت هستیم. یه تئاتری هم در این زمینه بله. داشتی که موضوعش همین بود. ان شاء الله اون اتفاق بیفته من فکر می‌کنم همه نجات پیدا می‌کنن. همه کسایی هم که حتی دنبال پول هستن، دنبال هر چی هستن، اونام نجات پیدا می‌کنن. یعنی یک فکریه برای همه دنیا. دختر به بازیگر میدی؟ دختر به بازیگر، بازیگرش کی باشه؟ آها بستگی به اینکه بازیگرش باشه. بازیگر بد نیستش، بازیگر خوبه. دختر به تو سخت دادن؟ نه. رفتی چی گفتی؟ بعد با خانواده ها صحبت کردیم که ما میخوایم ازدواج کنیم. اونا اوکی بودن چون میدونستن ما همدیگر دوست داریم. هیچ مشکلی نبود. هیچ مشکلی هم نبود. هنوز خوبی هیچی هم نداشتیم. ما زیر صفر بودیم با هم ازدواج کردیم توی مایا. خب خواهش میکنم چند تا جمله میگم کامل کن. بفهم از دست آب نمیخوام. خواهش میکنم خودت آوردی؟ آب دیگه. بله زورق دورش نیست. جام دهنیه؟ کی خورده؟ آقای روحانی؟ نه آقای روحانی گل. یه منتقد بزرگ خورده از اینا. بخور آب دیگه. باید چیزی نمیشه دفع. امین حیایی خورده این عزیز. چند تا جمله میگم کاملش کن. کالباسی میشه. نه اصلا دیگه نه اصلا دیگه نمیدونید اینجا چه خبر. من دیگه لمس شدم از شدت. خواهش میکنم خواهش میکنم هی هم بو کالباس میده. اگر بازیگر نمیشدم جای خالی میشدم خواننده میشدم. شد خواننده. میخونی؟ صدای خوبی داری؟ سعی میکنیم بخونیم. بخون چی میخونی؟ کتاب درس. یه جست معروف داری. 90% فیلمام نوشته بود. آره بیا
چقدر با این جست پول در آوردی؟ نون تو این جست هست. یعنی یه ذره سنت بره بالاتر و دیگه نتونی اینجوری باشی، کلن زندگی تو میخوای چگار کنی؟ یک فکری، امین اینجا میشینه، من از آقای روحانی هم خواهش میکنم به عنوان منتقد بیاد اینجا بشینه، سه نفر بیان بالا تست بازیگری بدن، امین میگه که چی بازی کنن، آقای روحانی نقد میکنه. خوبه؟ عالی. سه نفر شما بیاین. بفرمایید. خوش سری خوشید. آقا خیلی خیلی بخستم. بفرمایید. بیاین اینجا. شما بیاین. آره آره. نه دیگه اینجا وایسین. خب میکروفونتون رو بدین به اینجا. شما بیاین اینجا. اینجا من جاهاتون رو تنظیم کنم. خیلی خب همینجور. شما هم همینجور. یه ذره این ورتر، یه ذره این ورتر. خب امین جان شما بگو چی بازی کنن. بله. آقای روحانی هم بازیشون رو نقد میکن. یه موقعیت خود بازی کن. فکر اون یه قایق الان صندلیه. صندلیه. آره. میشه وردشون وسط؟ بگی بریم. بیا. این یه قایق. مثلا شما هم تو قایق نشستی و تک و تنها. هیچی هم نی. گیر افتادی. چقدر سخت. تشنه، گشنه. چیکار داری میکنی الان؟ قیافتو ببینیم فقط. رو به تماشاگران عزیز دیگه، ما از این ور میبینیم. ما میبینیم از پشت. ما میبینیم. بذار خودی بیاریمش مثلا ما ببینیم. نه همونجا که بود خوب بود. خوب بود. آره. یه خودی بیاریم این ورتر فقط جداش کنیم. منظور این بود که جداش کنیم قایقی حس. آره. یه ذره بچرخون. خوبه. خوبه. کلاغه بر. با میکروفون نیاز داری؟ تو آب دیگه میکروفون به درد نمیخوره. آه خب برای این چیزی که خب گفت نیاز نداره. داجین دستش نمیدونه با چی کار کنه. بفهم. 3 2 1 چی کار کنم اونا؟ خب آقای روحانی من که تمام موهای تنم سیخ شد. قایق رو ترک نکن. شما نقد بفرمه. اما تاثیر سینما ایران کامل در این دوستمون میدید. درسته؟ بله. ایشون هیچ شانسی نداره. مطلقا ندارن. بهتر برن دنبال کارشون. الهی بمیرم. بمیرم واقعا. خیلی لطف کردین. محبت کردین. دستون داریم. فدایت سن برشیم. اجازه میدیم. فدایت سن. خیلی من. خب. نفر بعد. بفهمید تو قایق دیگه همه این تستو بدن دیگه خودش همین تستو بدن همین تستو بدن کدوم بهتر اجرا میکنه بعد همه هم یکی میکروفون داره چیزی نمیخوای چیزی نمیگی خب ببین مدتی گذشته ها آفرین اولین کار درسته پاهاش باید بالا باشه اون پارو گذاشتم تو آب پا تو آب پارو میگه دو تا کوسه بیا چی گرما و آه
به نظرم یه مشکل دیگه داره. گس مشکلش. مشکلش یه چیز دیگه. نه ادامه بده. گرمشه. رفت دربند، رفت دربند. خیلی خسته شدی آره، بیا. خیلی پارو زدی. قایق داره میره. به کی گفتی اینا الان؟ تو اونجا هیچکی نیست. با خودت بودی؟ خب تمام، متشکرم. بفرمایید. واقعا بله، والا چرس کنیم. بله، نه یه نقش دیگر داشتن بازی میکردن. بنابراین مشکلش هم چیز دیگه ای بود. آره مشکل چیز دیگه ای بود، در جای دیگه ای و اصلا بازی دیگه ای. یا به سبکی که آقای مدیری میگن سه‌شنبه‌ها باید دارن شما. آره آره، کباب و نوشابه. مرسی. خیلی ممنونم. بفرمایید. بفرمایید. آفرین باریکلا. اولشو میگن و بعد میرن اون رو میشینن. آروم بشینیم و بگاه کنیم که دریگاه میبره چهار دانو. خیلی الان فشار بتون نیاد. امیدی هم نی. چه فربودن چون دریاست و هیچ امیدی نیست. طبیعی تنالت دیگه میشینن و ببینن دریایشون رو کجا میبره. تموم شد؟ بله بفرمایید. بله دست و پای زده. ایشون استیصال لحظه آخر یک تهیه کننده رو از یه فیلمشون تو گیشه شکست خوردن خوب بازی کردن. بی خیال شدی دیگه. آب کجا میبره و لذت میبری از منظره؟ خیلی خیلی اذیت شدین. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم، لطف کردین. خیلی اذیت شدین. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خدا خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون.